سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام ببینیم که چطوری میتونیم این افکت رو روی ویدیوهای خودمون اعمال بکنیم. همونطور که میتونیم ببینیم، من ویدیویی که مد نظرم هست رو وارد تایملاین کردم و فوتیجی که مربوط هست به اون قطره یا جوهر رو من بالای ویدیوی اصلیم قرار میدم. برای اینکه بتونیم این ویدیویی که بالای ویدیوی اصلیمون قرار دادیم رو هم اندازه ویدیو اصلی بکنیم، یک بار روی اون من کلیک میکنم که سلکت بشه. بعد از اون وارد پنل افکت کنترل میشم و میزان اسکیل اون رو بالا میبرم که اونها با هم دیگه هم اندازه بشن. اگر فوتیج جوهر شما زمانش از ویدیو اصلیتون بالاتر بود، میتونید روی اون کلیک راست بکنید، گزینه اسپید اند دیوریشن رو انتخاب بکنید و از این قسمت زمان اون رو دقیقاً هم اندازه ویدیو اصلی خودتون بکنید. بعد از اون مطمئن بشین که توی تایملاین فوتیج مربوط به افکت جوهر رو سلکت کردین. یک مقدار بیایم پایین‌تر، توی بخش اوپاسیتی میتونی این گزینه یعنی بلند مود رو ببینی. اون رو از حالت نرمال روی حالت لایتن بذارین و زمانی که من ویدیو رو پلی بکنم میتونیم ببینین که این افکت روی ویدیو ما اعمال شده. خیلی خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. بسیار بسیار زیاد به من انرژی میدین. اگر چنل رو سابسکرایب بکنین و من رو به دوستانتون معرفی بکنین، ممنونم ازتون.